سلام به بینندگان کانال جدید، من ساناز سینایی به همراه همکارم آسو اسدی این برنامه از نگار روز تقدیم حضورتون میکنیم. موضوع برنامه امروز ما پشت پرده ارز دولتی و افزایش گرانی هست. اخیرا بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده که 29 میلیارد دلار ارز دولتی در دو سال گذشته پرداخت کرده. این مبلغ کلان به بیش از 107 هزار مورد پرداخت به افراد حقیقی و حقوقی صورت گرفته و همچنین از این مقدار گویا 13 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی شده. ماجرای ارز دولتی چیست و ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی چه تأثیری بر گرانی ها داشته؟ موضوعی هستش که با مهمان برنامه امروزمون محمد شکوهی به گفتگو میشینیم. سلام به برنامه ما، خوش اومد. با سلام به شما و بینندگان عزیزتون. خیلی ممنون. اگه ممکن برای بینندگان ما توضیح بدیم موضوع پرداخت 29 میلیارد دلار ارز دولتی از چه قراره و به چه کسانی پرداخت شده؟ این ماجرای پرداخت 29 میلیارد دلار ارز دولتی بر اساس سیاست جدید پولی دولت روحانی که دو سال پیش به بهانه مقابله با گرانی دلار و تورم حساب اتخاذ شده. بر اساس این سیاست دولت دلار آمریکا را به قیمت 4000 تومان در اختیار وارد کنندگان و کلا یه بخشای مهم اقتصادی حکومت میذاره که اینا با خودشون مرادشون بگذاره. الان نزدیک به 2 سال که از اجرای این سیاست گذشته، اخیرا بانک مرکزی آماری داده و گفته که به حال این 29 میلیارد دلار جاها رفته و کسانی گرفتند این مقدار پول ها را. با اونجایی که به نصف این پول برمیگرده، نصف این پول به نام آمارهایی که بانک مرکزی داده رفته جاهایی که اصلا کار و فعالیت اقتصادی نداشتن. برای مثال مؤسسه مکتب امیرالمومنین نزدیک به 8 میلیون دلار از این ارز دولتی به قیمت 4200 تومان گرفته، یا بنیاد برکت که وابسته به بیت رهبری جمهوری اسلامی میلیون ها دلار پول گرفته. یه بخشی دیگه از این پول به خودروسازی ها و شرکت های سازنده و وارد کننده قطعات یدکی، بخش حمل و نقل، شرکت نفت اینا پرداخت شده که در نهایت ارزیابشون اینه که این ارز نتونسته جلوی اصطلاح به قول خودشون تورم و تولید بگیره. منتها یه مسئله بسیار بسیار مهم اینجا هست، چون نصف این 29 میلیارد دلار یعنی نزدیک به 13 میلیارد دلار دولت روحانی ادعا میکنه این ارز دولتی برای واردات اختصاص داده شده که قرار بوده از با استفاده از این ارز کالاهای اساسی مورد نیاز و مصرف مردم رو وارد بکنن که بتونن با گرانی ها مقابله کنن. الان کاشف اول اومده به قول خودشون که این نه فقط توی گرانی ها تأثیری نداشته، بلکه در مقایسه با 2 سال قبل‌تر که این سیاست رو نداشتن گرانی ها بین 35 تا 70 درصد بالا رفته. خلاصه بکنم اینا کلن در مجموع این سیاست تأثیری بسیار بسیار منفی در بالا رفتن قیمت کالاها و اقلام اساسی مورد نیاز هم مصرف مردم داشته. همونطور که تو معرفی اشاره کردم، دولت روحانی مدعی شده که 13 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی صرف شده. آیا سیاست دولت واقعا تأثیر در مهار گرانی‌ها داشته یا نه؟ من در سوال قبلی هم اشاره کردم، من تا الان سعی میکنم یکم بازتر بکنم. نه خیر، تأثیری نداشته. نه فقط این تحلیلی که ما میگیم، بلکه به اعتراف خود کمیسیون مربوط به کمیسیون درست کردن توی مجلس جمهوری اسلامی که نشستن ارزیابی کرده که این 14 میلیارد دلار بعضن چیکار کرده، چند اندازه قیمت کالاهای وارداتی نظیر شکر، کره، روغن، اینا اقلام و مصرفی و گوشت به حساب پایین اومدن، خودشون مقایسه کردن دیدن که نه، تأثیری به اون صورت نداشته. اونها سوال بسر اینه، دولتی که ادعا میکنه اینا جلوی گرانی رو تونستن بگیرن، اینا منتها در بازار چیزی دیگه ایمده، علتش چیه؟ یه دلیل اساسی که حساب پشت این قضیه خواهده، این ارز دولت یعنی 4200 تومانه کسایی گرفتن که خودشون وارد کننده، صادر کننده و توزیع کننده این کالا بودن. برای مثال بزرگترین شرکت بازرگانی دولتی جمهوری اسلامی ایرانه که وابسته به وزارت بازرگانی است. اینا وارد کردن، فرضاً اومدن شکر و روغن، اما اقسام روغن رو وارد کردن، بعد آوردن توی بازار توزیع کردن، بعد اومدن لیست دادن که از اونجایی که به ادعا کردن که کالاهایی که خریدن دلار گران بوده، بالا بوده، هزینه واردات، هزینه حمل و نقل و اینا رو آوردن روش اینا و توی داخل کشورم قیمت دلار برابر، در نتیجه و بیشرمانه ادعا میکنن که قیمت این کالاها را با قیمت ارزهای رایج توی کشور
دلار چیز کردن، تعادل کردن. یعنی معنی این اینه که همه مردم شاهد بدن که دلار یک سال پیش نزدیک به 19 هزار تومان رو همین الان نزدیک 14 هزار تومانه. یعنی یه مقایسه خیلی ساده نشون میده که دولت از دو طرف سود بوده. از یک طرف کالاها را به ارز دولتی وارد کرده با قیمت‌های ارز آزاد فروده، از طرف دیگه خودش قیمت‌ها را تعیین کرده. در واقع دولت با این سیاست‌هاش خودش گرانی‌ها، بالا رفتن قیمت اسلحه و مصرفی مورد نیاز مردم رو مدیریت کرده و سودهای انگفت و سرسام‌آوری به جیب زده است. ارتباط گرونه های روزافزون و هر روزه با سیاست های ارزی و پولی ایران به چه صورته؟ و همونطور که اشاره کردین، حالا اگه ممکنه مقدار بیشتر میلیاردها دلار صرف چه چیزی شد؟ دقیقاً صحبت بسن این که این میلیاردها دلار صرف چیزی شد. این میلیاردها یه بخشش و یه موردش رو اولش اشاره کردم که صرف چه چیزهایی شده. یعنی وارد کنندگانی که حساب ارز دولتی رو گرفتن قرار بوده چه چیزها وارد بکنن که وارد نکردن. این پولا بخش اعظمشون صرف راند شده. یعنی آماری که خود اینها گرفتن نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان راند ارز 4200 تومانی در یک سال نیم گذشته است. این به چه معناست؟ به این معناست که فرضاً طرف ارز دولتی رو گرفته، نرفته کالا وارد بکنه، به جای کالا چیزای دیگه وارد، یک لیستی علکی همینجوری فرضاً واردات شیشه دلایه یا پنجره سجه‌دار فرضاً این لیست داده به وزارت بازرگانی، 1 میلیون دلار وارد کرده، بقیه چند صد میلیون دلار رو برده گذاشته توی بازار کورس، بازار آزاد ارز. این اونجا به حال واسهشون سودش بیشتر بوده که بتونه، یعنی برده بازار آزاد فروختنش که 4200 دلار تومان از دولت گرفته توی بازار فروخته به بالای 10000 تومان. این بخش آزاده. یه بخش دیگه از این مافیای عظیمی که پشت به اصطلاح دریافت کننده ارز دولتی بوده و دولت و کل مجموعه نظام تو دستش بوده، اینا سامانی است به اسم سامانی نیما. قراره اونجا قیمت دلارها و ارزهای خارجی اونجا تعیین بشه. خب اینا اومدن حساب کردن که دادن وارد بکنن، واردات به سر بشون پولو بردن اونجا چیز کردن، نه چه دلار روز برود بردن بالا، و از قبل این بالا بردن قیمت دلار باعث گرانی های چندین برابر کالاهای اساسی از یک طرف و درآمدهای هنگفت مالی برای حکومت و باندهای درگیر در امر تجارت پول و کالا و مجموعه این شد. کلا خلاصه بکنم، یک مافیای عظیم اقتصادی که یک سرش دولت، یک سرش به بیت رهبری، یک سرش به انواع اقسام شرکت‌های اقماری که جمهوری اسلامی به ویژه توی کشورهای عربی درست کرده بود، ما رو وارد کننده و صادر کننده مشمول کار اصلیشون تجارت سودا، کار اصلیشون دزدی، اختلاس و غارتگری به بهانه گرانه. در عالم واقعی توی زندگی مردم این موضوع هیچ تأثیری نداشته. فقر مردم، گرانی قیمت کالاهای اساسی که قبلا اشاره کردم بالا رفته. خلاصه بکنم این سیاست به شدت علیه مردم بوده. الان بحث خود دولت، جمهوری اسلامی و بخشهایی از دزدان حکومتی، مجلسی ها و دولتی اینه که آیا دوباره باید امسال هم ارز دولتی رو به کالاهای اساسی 4200 تومانی چیز بکنن، که الان اختلافاتشون بالا گرفته دارن چیز میکنن. ولی در پس این اختلافاتی که دارن، من فکر میکنم امسال هم همینقدر 14 میلیارد دلار رو خواهند داد و سخت لفتلیست و دزدی و مزمه اینا شون خواهد که کلن سیاستی که در نهایت به این بهانه گرانی و بدبختی و فلاکت و زندگی مردم حاکم میکنه. و به عنوان آخرین سال، الان اشاره کردین که احتمالش هستش که این سیاست در نظر بگیرن، برای امسال هم دولت در نظر داره که این سیاست رو ادامه بده. آیا گرانی‌ها بیشتر نمیشه و اینکه مردم برای مقابله با این گرانی‌ها باید چیکار کنن؟ دقیقاً گرانی‌ها بیشتر خواهد شد. من این قسمت رو سعی می‌کنم کوتاه توضیح بدم، به قسمت دوم گزارش بگم. یعنی گرانی‌ها بیشتر خواهد شد. الان چند تا بهانه دیگه جمهوری اسلامی به این مسئله اضافه کرده. یعنی الان قضیه یک موضوعی که داغش موضوع برجام و عدم تعهدات جمهوری اسلامی که امروز دولت روحانی اعلان کرد که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم و بعدش عدم تعهد به توافق و برجام رو به اجرا می‌ذاره، معنیش اینه که بالاخره تشدید تحریم‌ها
تحریم های بیشتری در راه خواهد شد و این باعث خواهد شد که هزینه و درآمد های دولت کم بشه و دولت هم در نهایت هم این همیشه فشار خواهد آورد بر اقشار فقیر کلا مردم ایران برای زندگی. از این جنبه بخوایم نگاه بکنیم اینا سیاست این امسال احتمال زیاد این پول را نخواهند گذاشت برای به بهانه این موضوع، منتها در عوض سعی خواهند کرد که در کنار این حساب این پول رو بالا بکشن در واقع گرانی های رسمی و دولتی رو سازمان دیگه. اگه تا حالا فرضاً مثلا میمدن میگفتن فرضاً پیاز شده 15,000 تومان زنگ بزنن به بندر رضای 10,000 تومان پیاز وارد میکردن، امسال دیگه اینو نمیتونن بکنن. امسال اون برای میخوان این کارو بکنن که الان بیشرمانه هم دارن وقتش میکنن که کوپونی بکنن، یعنی برگردن به اقتصاد جنگی، یعنی اینکه سهمیه بندی بکنن که چند اندازه چقدر نان چقدر شکر چقدر کره چقدر برنج باید من. این سیاست وضعیتی که الان جمهوری اسلامی بکنن تاکید هم بکنن به بهانه تحریم ها و الان بحثی که الان داغ هستش توی ایران، ولی این از کلا در مضمون من فکر میکنم مردم به درست میدونن که باید در برابر این گرانی ها اعتراض بکنن. نمونه هایی از اعتراضات در شهرهای مختلف به ویژه سال گذشته داشتیم، اعتراضات مرداد ماه سال گذشته داشتیم، ما همین الان داریم اعتراض به گرانی ها. اینا تنها راه اعتراض به گرانی ها به سیاست های دولت نخریدن اون کالاهایی که بها به قیمت بالا میره، همکاری مردم، همدردی، نزدیک شدن و هم متشکل شدنشون برای مقابله با یه سیاست های به اصطلاح که جمهوری اسلامی میخواد تحمل بکنه. تنها راه علاج اتحاد، یکی شدن، خواست به حساب تامین کالاهای اساسی مردم به قیمت قابل پرداخت برای مردم، بالا رفتن دستمزدها، مجموعه این خواستهایی هستن که کارگران مردم باید که این دوره وضعیتی که دولت با سیاستش میخواد تامین میکنه در برابر دولت قرار بدن و رژیم رو به عقب بدن. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتین. روزتون خوش. موفق باشید. از اینکه تا پایان برنامه ما رو همراهی کردین سپاسگزاریم. امیدواریم این برنامه مورد پسندتون واقع شده باشه. تا نگاهی روز دیگر، برایتون اوقات خوشی رو آرزومندیم.